به نام خدای بخشنده مهربان، خطر شایعات و تحریف احساسات. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم چنین می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ترجمة: أي كساني كي من آوردید از الله بترسید و سخن درست و حق بگویید تا الله کارهایتان را برایتان اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد، و هر کس که از الله و پیامبرش اطاعت کند یقینا به کامیابی عظیم نائل شده است. گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله یکتای بی همتا، و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداست. بار الها بر او و بر آل و اصحاب و پیروان راستین او درود و سلامتی و برکات نازل فرما. اما بعد، درگیری و تضاد میان حق و باطل برابر قدامت تاریخ بشر سابقه دارد و تا زمین و ساکنین آن باقی است مستمر خواهد بود، و از بارزترین وسایل اهل باطل که در درگیریشان در برابر اهل حق استفاده می کنند شایعه پراکنی میان مردم می باشد. بدون تردید سخنی که میان مردم ترویج می یابد، چی خوانده شده باشد یا شنیده شده یا هم دیده شده، امانت و مسئولیت خیلی بزرگی است. شاید سخنان و کلماتی است که میان مردم منتشر و ترویج می‌یابند، و آن را کسانی که قلب بیمار دارند و یا سازمان‌ها و نهادهای شریری که مخفیانه کار می‌کنند می‌سازند، و سپس مردم بدون اینکه پیرامون آن تحقیق کنند و حقیقت آن را بدانند دهان به دهان انتقال می‌دهند. پس در نتیجه بر عقلیات و نفسیات جامعه تأثیر منفی می‌گذارد و افکار ویرانگر و باورهای فاسد را منتشر می‌سازد، و در نهایت جامعه در پریشانی و تشکیک زندگی به سر می‌برند. بلکه امنیت و آرامش از بین می‌رود و میان مردم اعتماد ضعیف می‌شود. پس دیده می‌شود که یک ملت که به مساوی جسد واحد هستند و یکدیگرشان شک می‌کنند و یکدیگرشان را خائن و مزدور می‌خوانند. بنابراین اسباب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است: همین دروغ انسان را کافی است هر آنچه را که بشنود به دیگران بگوید و انتقال بدهد. پس وقت سخن گفتن پیرامون هر آنچه که انسان میشنود یکی از انواع دروغ بوده باشد و گوینده آن در روز آخرت به صورت سخت مجازات شود، چگونه خواهد بود حال کسی که میان مردم سخن را شایع نماید که ندیده و نشنیده است؟ و اسلام در برابر شایعات و کسانی که شایع پراکنی میکنند موضع گیری جدی نموده و آن را رفتار منافی اخلاق نیک و ارزش های اصیل پنداشته است که شریعت اسلام بر آن است، و پیروان خود را دستور داده است تا زبانشان را از تکرار سخنانی که باعث انتشار فتنه می شود و جامعه را پریشان می سازد نگه بدارند، و ایشان را امر نموده تا همیشه در گفتارشان راستگو باشند و زبانشان را از دروغ حفظ نمایند و پیرامون هر آنچه که برایشان می رسد تحقیق نمایند تا مبادا سبب نشر فتنه و فساد در مجتمع شوند. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید از الله بترسید و با راستگویان باشید. و در آیت دیگری می فرماید، ترجمه: هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه نزدش مراقب حاضر و آماده نوشتن است. و در آیت سیومی می فرماید، ترجمه: و از آنچه به آن عمل علم نداری پیروی نکن، بدون شک گوش و چشم و دل هر یک از اینها از آن بازخواست خواهند شد. و در حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه، پس از آن که پیامبر صلی الله علیه و سلم برایش فرایض اسلام و دروازه های خیر را بیان نمود، و او گفت: اگر خواسته باشی برایت اساس، ستون و بلندای قامت امور را معرفی نمایم. حضرت معاذ فرمود: بله ای رسول خدا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: اما اساس امور اسلام است و ستون آن نماز و بلندای قامت آن جهاد در راه خدا است، و اگر خواسته باشه ملاک همه اینها را معرفی کنم. گفت: آن چه است ای رسول خدا؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود:
با انگشت خود به سوی دهان خود اشاره نمود و گفت زبانت را نگه بدار. گفت ای رسول خدا، آیا ما از آنچه که زبان ما میگوید مؤاخذه میشویم؟ فرمود مادرت به اندوهت بنشیند، جز محصول زبانشان چه چیزی مردم را بر رویشان در آتش جهنم میاندازد؟ در واقع نشر و ترویج شایعات از عادات منافقین در اصول است تا بتوانند از این طریق مختل کردن امنیت، استهداف یک پارچگی وطن و ضعیف نمودن رشد اقتصادی به اهدافشان برسند و استقرار و امنیت آن را از بین ببرند و روحیه شکست و ناامیدی و بدبینی را در نفوس شهروندان به طور عام و در نفوس جوانان به طور ویژه ایجاد نمایند. و قرآن کریم آن را شایع پراکنان نامیده است، زیرا هدف از شایع پراکنی نشر اخبار بد و فتنه‌ای می باشد که در مجتمع باعث پریشانی و اضطراب شده اضطراب شدید می گردد. خداوند متعال می فرماید، ترجمه: اگر منافقان کسانی که در دلهایشان بیماری است و شایع پراکنان در مدینه از کار خود باز نایستند، یقیناً تو را بر ضد آنها می شورانیم و بر آنها مسلط می گردانیم، سپس جز اندکی در کنار تو در آن شهر یعنی مدینه نمی باشند. و شایعات یکی از وسایل جنگ می باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن مسئول نمانده است، چون مشرکان با ترویج شایعات در مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم می جنگیدند تا مانع دعوت او گردند و صورت این دعوت را تحریف نمایند. پس به دروغ میان مردم شایعه نمودند که او یعنی صلی الله علیه و سلم جادوگر است. خداوند متعال فرمود، ترجمه: و کافران گفتند این جادوگری بسیار دروغگو است، و با دروغ گفتن گفتند که او شاعر و دیوانه است. خداوند متعال فرمود، و می گفتند آیا ما معبودان ما را به خاطر سخن شاعر دیوانه رها کنیم؟ و گاه شایعه پراکنی می کردند که گویا او کاهن است، پس خداوند متعال به دروغها و افتراهایشان را رد نموده فرمود، در جمع: بی تردید این قرآن گفتار رسول بزرگوار است و اینها گفتار شاعری نیست، اما شما اندکی ایمان می آورید، و نیز گفتار کاهنی نیست، لیکن شما کمتر پند می گیرید. این قرآن از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است. و در روز جنگ احد مشرکان شایعه پخش کردند که گویا پیامبر صلی الله علیه و سلم کشته شده است. با این کارشان می‌خواستند مسلمانان را متفرق بسازند و قدرتشان را ضعیف نمایند. پس صفوف مسلمانان پریشان شدند و قدرت روحیشان ضعیف گردید و بعضیشان فرار نمودند و برخی دیگرشان سلاح خود را گذاشتند و برخیشان همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت ماندند و مبارزه کردند. و در روز غزوه حمراء اسد مشرکین شایعه پخش کردند که قریش برای حمله بر مدینه و جنگ در برابر پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحاب کرام لشکری بزرگی آماده کرده است، مگر اینکه مسلمانان بر دینشان ثابت ماندند و این شایعات بر آنها تأثیری وارد نکرد. پس خداوند متعال آنها را چنین توصیف نمود، ترجمه: کسانی که مردم با آنان گفتند، مردم یعنی مشرکان مکه برای جنگ با شما گرد آمده اند، پس از آنها بترسید. این سخن برایشان بر ایمانشان افزوده و گفتند الله ما را بس است و بهتر حامی است. پس به نعمت و فضل الله از میدان جنگ بازگشتند، هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود و خوشنودی الله را پیروی کردند و الله دارای فضل و بخشش بزرگی است. و در روز حنین هنگامی که کفار شایعه قتل پیامبر صلی الله علیه و سلم را پخش نمودند، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم جلوی این شایعه را گرفته فرمود من پیامبر هستم، در این امر هیچ دروغی نیست و من فرزند عبدالمطلب هستم. همانا در تکرار و ترویج شایعات خطر جدی نهفته است که بر هیچ عاقلی پوشیده نیست، چون این شایعات خون، مال و شرف مردم را مباح می‌گرداند و زندگی مجتمع را مختل می‌سازد. و بهترین دلیل و شاهد بر این ادعا شهادت خلیفه سوم اسلام حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه است، چون مجرمین او را به سبب شایعات و اکاذیبی که عبدالله بن سبا یهودی راه انداخته بود محاصره نمودند و او را حتی از نوشیدن آب باز داشتند، در حالی که خود او چاه رومه را با مال خالص خود خریده بود. از نائله همسر عثمان رضی الله عنه روایت است که فرمود در روزی که حضرت عثمان به شهادت رسید، روزی قبل آن روز را روزدار بود.
و هنگام افطار از مجرمین آب شیرین خواست تا روزه اش را افطار کند، ولی آنها برایش آب ندادند. پس بدون اینکه روزه خود را افطار کند خوابید، و زمانی که هنگام سحر شد همسایه های ما آمدند و من از آنها آب شیرین خواستم و آنها یک کوزه آب برایم دادند و من آن را نزد او آوردم و او را حرکت دادم و از خواب بیدارش کردم و برایش گفتم این آب شیرین را بنوش. پس سر خود را بالا نمود و فجر نگریست و فرمود من روزدار هستم، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از سقف این خانه با آب شیرین نزدم آمد و فرمود ای عثمان بنوش. پس تا که سیر آب شدم نوشیدم. سپس فرمود بیشتر بنوش. پس زیاد نوشیدم تا خوب سیر آب شدم. سپس فرمود اما مردم با کثرت بر تو میشورند، پس اگر با آنها بجنگی پیروز میشوی و اگر آنها را به حالشان بگذاری نزد ما افطار خواهی نمود. و در همان روز اوباشان بر او وارد شدند و او را به شهادت رساندند. و در زمانه ما بسیاری از داده‌ها تغییر نموده و این افعال خبیث نظر به اینکه جهان نسبت به وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی شاهد تغییرات بزرگ و سریع شده است، اشکال گوناگون و متعددی به خود گرفته است. چون شایعه پراکنی به صورت وسیعی افزایش یافته، به شکل سریع به همگان می‌رسد و تأثیر آن بیشتر گردیده است، بلکه یکی از راه‌ها و اسالیب جنگ قرار گرفته است. چون اکنون جنگ دارای یک بعد نیست، یعنی تنها نظامی محض یا امنیتی و حتی تنها استخباراتی تقلیدی قدیمی نیست، بلکه اسالیب جنگ از نواحی منهج استخدام سلاح، نشر و پخش شایعات و تحریف معلومات و آگاهی تطور کرده است و برخی از گروه‌های مزنون برای تطبیق این اهداف و اسالیب آموزش و تمرین داده می شوند و برای تحقق آن گردانهای الکترونیکی توأم با استخدام ابزارهای فشار سیاسی، اقتصادی و روحی توظیف می گردد و تلاش های جانکاه صورت می گیرد تا ملت ها بر علیه حکامشان بشورند و انقلاب نمایند و نمادها و دستاوردهای ملیشان تحریف گردد و بر همه دستاوردها شک و اهانت شود و گروه های تندرو و تروریسم برای رسیدن به این هدف همپیمان می شوند و تلاش می کنند تا بر نهادهای دولتی نفوذ نمایند و شعارهایی سر می دهند که باعث تفرقه و اختلاف بی سابقه می گردد و برخی از وسایل ارتباط جمعی مدرن بلکه بیشتر آن را برای رسیدن به اهدافشان استخدام می کنند و همین طور برخی از ضروریات و نیازمندی های جدی جامعه که نمی شود برخی مردم بر آن صبر نمایند را نیز استخدام می کنند و تلاش می کنند تا اراده ملت ها و هیبت حکام را بشکنند و می خواهند موقف دانشمندان و اندیشمندان و فرهنگیان وطن را مشکوک بسازند و مخالفان آنها را پشتیبانی می کنند و آنها را گاهی صراحتا و گاهی ضمنا تهدید می نمایند و بدون تردید قضیه مقاومت در برابر این موجهای سرکش نیازمند عقیده و باور ایمانی و ملی راستین و اعتماد نامحدود بر خداوند است. چون بسیاری از مردم گاهی بر برخی اخبار، سرشماری ها و داستان ها بدون متأکد شدن بر آن و دانستن منبع آن اشتراک می کنند، پس از جمله کسانی می گردند که در نشر فتنه و شایعه پراکنی اشتراک نمودند و بسا سخنان دروغی که هیچ اساسی درست ندارد را برخی مردم میگوید و آن را دیگران به اشتراک میگذارند تا به سرحدی میرسد که آفاق را پر میسازد و سبب مجازات گوینده آن در روز قیامت میشود، طوری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید همانا شخص سخن نیک و خوشنودی خدا را بدون قصد میگوید و خداوند توسط آن درجات و جایگاه او را بلند میبرد و شخص دیگری سخنی بدی را بدون قصد میگوید و توسط آن به آتش جهنم انداخته می شود. صحیح بخاری. ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است و گواهی می دهم که نیست معبودی بر حق جز الله واحد ولا شریک و گواهی می دهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خدا است. بار خدایا بر او و بر آل و اصحاب و بر همه کسانی که تا به روز قیامت از آنها به صورت درست پیروی کردند رحمت، سلامتی و برکات نازل فرما. برادران مسلمان، در واقع اسلام منهج و برنامه حکیمانه و درستی برای حفاظت مجتمع از شایعات گذاشته است و از مهمترین نشانه های آن یک
وجوب بررسی و تحقیق پیرامون هر خبری پیش از نشر آن در میان افراد جامعه. خداوند متعال می فرماید ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر شخص فاسق خبری برای شما آورد، پس درباره آن بررسی و تحقیق کنید تا آنکه مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید، آنگاه بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: تحقیق و تفکر از طرف خداوند و عجله از طرف شیطان است. و در حدیث دیگری می گوید: بررسی و تحقیق پیرامون هر چیز جز عمل آخرت درست است، واجب است. عدم تکرار و نشر شایعه از طریق هیچ وسیله از وسایل جمعی برابر است چاپی بوده باشد یا صوتی و یا تصویری، زیرا تکرار آن به معنای اشتراک در ترویج و نشر آن است، چون انتشار شایعات وقتی افزایش می‌یابد که انسان‌های آن را تکرار نمایند و کسان دیگری به آن گوش فرا بدهند و اشخاص آن را قبول کنند و باور نمایند. خداوند متعال می‌فرماید ترجمه: زمانی که آن شایعه را از زبان یکدیگر می‌گرفتید و با دهان خود سخن می‌گفتید که به آن علم و یقین نداشتید و آن را سهل و کوچک می‌پنداشتید، در حالی که آن نزد الله بسیار بزرگ است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد، پس نباید همسایه خود را اذیت کند، و کسی که به خدا و روز جزا ایمان دارد، پس باید مهمان خود را اکرام نماید، و کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد، پس باید سخن نیک بگوید یا خاموش باشد. باید میان فرزندان وطن انسجام و اتفاق بوده باشد و هنگام شنیدن شایعات در برابر یکدیگر گمان نیک داشته باشند و به صورت سریع یکدیگر را متهم نسازند. خداوند متعال می فرماید ترجمه: چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید، مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان خیر نبردند و نگفتند این تهمتی بزرگ و آشکار است؟ پس مسلمان مأمور است به این که همیشه گمان نیک داشته باشد و آنچه که از دیگران صادر می شود را به خوبی تعبیر نماید، زیرا بدگمانی بیماری کشنده ای است که باعث اختلال در زندگی می شود و خصومت را میان مردم منتشر می سازد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن هشدار داده می فرماید: از گمان بد بپرهیزید، زیرا گمان بد دروغترین سخن است. و در جستجوی عیب دیگران نباشید و جاسوسی نکنید، با دیگران حسد نکنید و با دیگران پشت مگردانید و نفرت انگیز نباشید و بندگان خدا و برادران یکدیگر باشید. برای بیان حقایق باید از اهل خبره و کارشناسان کار گرفته شود و در حاکم بر امور عجله نشود. خداوند متعال در وصف منافقان چنین می‌فرماید ترجمه: و هنگامی که خبری از ایمنی و پیروزی یا ترس و شکست به آنها برسد، آن را شایعه می سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امرشان باز می گرداندند، از حقیقت امر آگاه می شدند و اگر فضل و رحمت الله بر شما نبود، جز اندکی همگی از شیطان پیروی می کردید. یعنی آنها در ترصد امنیت و استقرار مجتمع مدینه بودند، پس هرگاه خبری بدی پیرامون امنیت و خوف مسلمانان را می شنیدند، آن را به قصد ایجاد خوف و دهشت و پریشانی منتشر می ساختند و شایعه پراکنی می کردند. پس باید هر انسان مسلمان و غیور که برای وطن خود مخلص است، برای مبارزه با چنین شایعات به پا خیزد و آن را تکذیب نماید. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: کسی که از آبروی برادرش دفاع نماید، خداوند در روز قیامت آتش جهنم را از او دور می سازد. و باید بدانیم که سخن گفتن امانتی است که ما در روز قیامت نزد خدا از آن مسئول می باشیم. و باید همه ما بدانیم که دشمنان ما در جنگ از نسلهای چهارم و پنجم، همچنین از جنگ شایعات و تحریف دستاوردها و نمادهای ملی استفاده می نمایند و تلاش میکنند تا برای ناکام ساختن دولت ما یا اسقاط و از هم پاشیدن آن از هر آنچه که ملی است بهره بگیرد تا به اهدافشان برسند. پس ما باید بدانیم که در حالت جنگ خطرناکی قرار داریم و شایعه پراکنی مواد سوخت آن است. پس باید تحقیق و بررسی کنیم تا مبادا در دام حیله دشمن بیفتیم و باید در خود و در رهبران و ارتش و پلیس خود اعتماد داشته باشیم و نباید به دشمنان وطن و کسانی که می خواهند ما را نابود کنند گوش فرا دهیم، زیرا
آنها تلاش می کنند تا ما و معنویات ما را از بین ببرد و یا می خواهند تا ما را مایوس بسازند و روحی و تندوستی را از ما بگیرند. همه این امور از ما می خواهد تا جوانان و مجتمع خود را از شر آنها آگاه بسازیم و بفهمانیم که حجم چالش هایی که در برابر ما قرار دارد خیلی بزرگ است و باید برای حل آن با هم سهمی فعال بگیریم. بار خدایا اخلاق ما را نیک بگردان و مصر ما را حفظ کن و ما را به هر آنچه که دوست داری و از آن خوشنود می شوی موفق بگردان. بار خدایا مصر و ملت آن را از هر بدی حفظ کن.